ایشون از دیپلمات های بسیار موفق ما هستند. خداوند یک نعمت آرامش و تدبیر در اظهار نظر به ایشون داده و واقعا من میتونم بگم یکی از دیپلمات های بسیار خوب ما هستند. آقای دکتر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هستی. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم جناب دکتر احمدی، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه بینندگان محترم. در مذاکرات با چه کسی راحت‌تر، چه کسی روبروی شما می‌نشینه معمولاً؟ در مذاکرات خب طرف‌های مقابل ما همه معمولاً در سطح معاونین وزیر شرکت می‌کنند در مذاکرات کارشناسی. طرف من معاونین وزاره خارجه مقابل هستن و در تشکیلات خانم اشتون معاونشون خانم اشمیت. گفتگو با ایش آلمانیه نه؟ ایشون آلمانیه. گفتگو با ایشون آسون هست یا سخته؟ خب حالا شکل خودش رو داره، نه آسونه نه سخته. ایشون به هر حال یک دیپلمات قدیمی اروپایی هست. گفتگو با یه خانم دیپلمات سخت تره یا با یه آقای دیپلمات؟ حالا میتونم عرض بکنم تو سطح اروپایی ها خیلی تفاوت نداره و مواضعشون تقریبا یکسان هست. حالا شاید بعضی مواقع با آقایون راحت تر میشه صحبت کرد. به چه زبانی گفتگو میکنید؟ انگلیسی مستقیم. زباندانی واقعا چقدر در پیش برده مذاکرات تأثیر مثبت داره؟ نمیتونم بگم که به اصطلاح بدون زبان انگلیسی مقدور نیست. چرا مقدوره اون هم؟ ولی خب طبعا یک تأثیرات بسیار بیشتری داره. شما از طریق مترجم میتونید با هر کسی دیگه صحبت بکنی یا حتی مذاکره بکنی. آیا مترجم به شما وقت برای فکر کردن نمیده؟ چرا، وقت برای فکر کردن میده، ولی خیلی از مطالب رو نمیتونید به درستی منتقل بکنی. یعنی به خصوص اون احساساتی که موقع صحبت کردن هست، این موقع ترجمه منتقل نمیشه. نمیشه. مترجم خیلی اگه خوب کار بکنه عین کلمات و عبارات رو منتقل بکنه، دیگه اون احساس و انرژی پشت نمیتونه. صحبت رو نمیتونه. آیا با این تعبیر که دکتر ظریف در مذاکرات نقش پلیس خوب، شما نقش پلیس بد رو ایفا میکنید موافقید؟ بعضی از رسانه‌ها گفته بودند، حالا به این تعبیر نه، ولی خب گاهی پیش میاد که تقسیم وظیفه میکنیم. خب چطوری تقسیم وظیفه میکنید؟ خب توی هر مذاکره ایشون که نمیتونه لبخند نزنه، شما آدم بد اخلاقی نیستید. نه خب بعضی وقتا در مذاکره اقتضا میکنه که انسان برخورد محکمتری بکنه، برخورد تندتری بکنه. مثال میزنید؟ خیلی جاها پیش اومده توی بحث ها که به هر حال به یه شکلی هست که آقای دکتر ظریف مجبور میشه تند برخورد بکنه. مثل؟ حالا مثلا اون شب آخر در ژنو دو که ما مذاکرات فی الواقع ناموفق موند و به اصطلاح موکول شد به یک جلسه دیگه. هر 6 تا وزیر خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 اومده بودن و خیلی ما نزدیک بودیم به رسیدن به توافق، ولی به دلیل بعضی از زیاده خواهی هایی که صورت گرفت از طرف مقابل و بعضی کارشکنی هایی که از طرف یکی از اعضای تیم مقابل صورت گرفت، ما دارن فابیوس فرانسه، ما هیچ وقت حس نبردیم یکی از اعضای تیم مقابل. ما چرا باید به فرانسوی ها اینقدر اطمینان بکنیم؟ چقدر باید تحملشون کنیم؟ ببینید 5 به اضافه 1 یک واقعیتی از 6 کشور هستن در حقیقت با 6 نگاه مختلف. تقسیم بندی های مختلفی هم ما همیشه داشتیم بین اینها. چین و روسیه یک طرف هستند. حتی بین چین و روسیه هم بعضن یک تفاوت هایی رو باید قائل بود. اروپایی ها، یعنی غربی ها طرف مقابل هستند. بین غربی ها، اروپایی ها و آمریکا یک تمایزاتی دارند. داخل اروپایی ها باز بین فرانسه، انگلیس و آلمان تفاوت هایی هست، هم در نوع نگاهشون، هم در طرز تفکرشون، هم در ادبیات صحبت کردنشون تفاوت وجود داره. دکتر ظریف اون شب ناراحت شد. ناراحت که خب بله، ما جلسه تندی رو داشتیم در آخر شب و به هر حال جلسه‌ای بود که داشتیم جمع‌بندی می‌کردیم و مشخص بود که نمیشه به جمع‌بندی رسید. و در اون جلسه آقای دکتر ظریف خب عبارات تندی رو به کار برد علیه، یعنی در مقابل 6 تا وزیر خارجه
که روی مشخصش البته به وزیر خارجه آمریکا بود و تعابیر تندی به کار رفت. خب اون یه جلسه استثنایی بود، ایشون واقعا تند صحبت کرد، ولی بوده به یک راهبرد سیاسی بود یا واقعا ایشون از کوره در رفتن؟ نه از کوره در رفتن نبود، یک راهبردی بود. ما باید اون شب این برخورد تند رو می‌کردیم و باید در مقابل زیادخواهی هایی که اونها کردن و می‌خواستن که توافقی رو که یک بار به دست اومده بود با ترفندهای دوباره ارتقا بدن و امتیازات بیشتری بگیرن رو ما با مجبور بودیم که در مقابلش محکم بایستیم و این برخورد تند رو بکنیم. یک راهبرد بود. هم بعضی وقتا به عنوان تاکتیک پیش میاد، در بعضی از مذاکرات لازم میشد که ایشون تند بشه، حالا بعد من سعی میکردم یه مقداری بالاخره برگردونم تقسیم نقش میشه. تقسیم نقش یک جورایی میشد. بعضی جاها خب لازم بود که من مثلا محکم صحبت بکنم و بعد میشه اون جمله‌ای رو که دقیقاً دکتر ظریف به کار برد و تند بود به ما بگید. آخه یه جمله نبود، خیلی یکی از اون جملات رو بگید. نه خب حالا باید فکر بکنم دقیقاً، حالا خیلی هم نمیشه جزئیات مذاکرات رو به این شکل گفت، ولی مذاکرات گذشته تموم شده، کمودش خیلی هم خبر دارن که اونجا چی رفت گذشته، ولی خب این جملات این عبارات برخوردهایی که شده معمولاً نه اینکه چیز محرمانه‌ای باشه، این به دور از صداقت مذاکراتی هست. یعنی شما وقتی بعضی از برخوردهای ریز رو در مذاکرات افشا می‌کنی، بعد در آینده در مذاکرات خیلی طرف مقابل دیگه به اون شکل که باید شاید ممکنه مقابل شما صحبت نکنه یا موازش ممکنه عوض بشه. یعنی به خاطر موضع مذاکراتی ما در آینده، ما مذاکرات که تموم نشده، مذاکرات اصلی هنوز در راه هست. به این خاطر که بعضیا اینجا معتقدن که تند آقای دکتر ظریف هم از ملایم اونها در تهران ملایم تره. اصلا اینطور نیست. آقای دکتر ظریف برخلاف قیافه به اصطلاح خندانی که همیشه داره و واقعا هم شایسته هست، ولی در مذاکرات خیلی تنده و خیلی سریع مواضع تند میگیره. نمیخوام بگم عصبانی میشه، عصبانی هم میشه به موقعش و به جاش، ولی نه برعکس ظاهر خندانش. این ظاهر خندان مال وقتی هست که دوربین ها هستن دارن فیلم میگیرن و واقعا مثل مسابقه ای که وقتی دوربین ها خارج میشن شروع میشه به اصطلاح، بلا فاصله صورت ها تغییر میکنه، بلا فاصله صحبت ها عوض میشه، از اون حالت شوخی و خنده جلوی دوربین ها تعارفات دیپلماتیک دیگه خبر نیست، عوض میشه. بله و بحث ها جدی میشه. 10514 پیامک برنامه شب آفتابی است با دکتر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس تیم گفتگو کننده هسته‌ای صحبت میکنم. با ما همراه باشید. زمانی که در جنب توافق رسیدین چه حسی داشتین؟ و اولین نفری که بهتون تبریک گفت چه شخصی بود؟ نمیدونم، یه حس خیلی پیچیده خاصی بود. شاید ما بعد از چند روز مذاکرات فشرده وقتی توافق حاصل شد، خب واقعا یه حس عجیبی بود. هم نمیگم خوشحالی بود، نمیگم ناراحتی بود، یه حس عجیبی بود. و وقتی به حس خوشحالی تبدیل شد که پیام مقام معظم رهبری رو ما شنیدیم و شاید اولین تبریکی که به ما گفته شد همون اون بود، چون ما تقریبا تا 7 صبح وقت ژنو ما بیدار بودیم تا همه برنامه ها تموم شد و به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی و همه چی تموم شد و ما برگشتم به اتاقم. ساعت 7 صبح بود که فکر میکنم تا ساعت 10 صبح، یه 3 ساعتی که من فقط خوابیدم، 10 صبح با صدای موبایلم بیدار شدم، دیدم یه اسمس اومده بود برای من از یکی از دوستان و پیام مقام معظم رهبری رو خلاصش رو گفته بود که اون شاید اولین تبریک بود و اون لحظه به من یه خوشحالی زاید الوصفی دست داد. چه شایعه شده بود آقای ظریف سر آقای داد زدن، درسته؟ یکی از جلسات تقریبا درسته، یعنی با این تعبیر که ایشون در یکی از جلساتی که در ژنو 2 بود فکر میکنم داشتیم، که خب خیلی جلسه تلخی شد و نهایتاً هم ژنو 2 میدونید که ما با اینکه خیلی نزدیک بودیم به توافق، به خاطر حالا رفتار یکی از اعضای پنج به اضافه یک ناموفق شد مذاکرات و توافق حاصل نشد. اون جلسه آخری که داشتیم که تقریبا تا ساعت 12 شب طول کشید و وزرای 6 کشور بودن و این طرف هم آقای ظریف و
خانم اشتون هم حضور داشتن، خب خیلی جلسه پرتنشی بود و آقای ظریف خیلی صریح و تند صحبت کردن و خب طبعا روی صحبتشون با همه اعضای جلسه بود، ولی طبیعتاً محور اصلی و مخاطب اصلی وزیر خارجه آمریکا بود و هم این رو میفهمیدن و خب صحبت‌ها و تعابیری که ایشون داشتن، من فکر نمی‌کنم هیچ کسی در تاریخ آمریکا اینقدر محکم و قوی چنین تعابیری رو در خصوص وزیر خارجه آمریکا اونم در جمع به کار برده باشه. واکنش ایشون چی؟ ایشون خب خیلی خودش رو نگه داشت، چون به نتیجه نرسیدن مذاکرات خب طبعاً تقصیرش به عهده اون طرف بود، خودشون هم میدونستن و ایشون جواب خاصی رو الا یکی دو جمله که خیلی محترمانه گفت، ولی نه سعی کرد خودش رو حفظ بکنه. و اینکه وزیر امور خارجه آمریکا گفته که در واقع تناقض در رفتار آمریکا رو جبران میکنه، یا نقل به مضمون شبیه به این رو شما تایید میکنید؟ ببینید، آمریکایی ها با موقعیت سختی در مقابل کنگره خودشون و در مقابل دوستان خودشون در منطقه و در داخل رژیم صهیونیستی مواجه هستن. مورد اعتراضات زیادی واقع شدن به خاطر این توافق و کنگره به دنبال تحریم های جدید هست، وضع تحریم های جدید و لوایح جدیدی رو حتی بعضاً آماده هم کردن. تا اونجا پیش رفت که دو روز گذشته آقای اوباما مجبور شد که تهدید بکنه به وتو کردن لایحه جدیدی که بعضی از نمایندگان میخوان معرفی بکنن. پس اینکه همه گزینه‌ها روی میز هست، ما خبرش امروز ببینید شاید. ما باید درک بکنیم که در آمریکا ما با یک واحد یک پارچه مواجه نیستیم. آقای اوباما برای اینکه به تعهدات خودش در مقابل توافق ژنو پایبند بمونه، عرض کردم، هم در مقابل دوستان خودش در منطقه، هم در مقابل کنگره وظیفه سختی رو داره، کار سختی رو داره، مجبور هست برای راضی کردن اونها تعابیر رو به کار ببره. البته این تعابیر مورد پسند ما نیست، ما هم گفتیم، حتی من در علنی هم گفتم که آمریکا حق نداره مشکلات خودش رو به هزینه ما حل بکنه یا به هزینه به خطر انداختن توافق. چون عباراتی که بعضن به کار بردن، چه آقای اوباما، چه آقای کری یا خانم شرمن و دیگران، برای اینکه در ظاهر کنگره رو توجیه بکنن یا اون تنش رو در کنگره کاهش بدن یا جلوی تحریم رو بگیرن یا اینکه دوستانشون رو در اسرائیل و رژیم صهیونیستی و بعضی جاهای دیگه در منطقه راضی بکنن، خب اینها تعابیر خوبی نیست. به نفع، یعنی در واقع با نیت اگر نجات مذاکرات باشه، حالا ظاهرش قابل پذیرش هست، ظاهرش اینطوری هست، ولی در عمل انقدر بعضیاش تحریک کننده بوده که مذاکرات و توافق رو حتی به خطر انداخته. نتیجهش رو شما شاهد بودید که ما در یک مورد مجبور شدیم مذاکرات کارشناسی رو در وین قطع بکنیم و تیممون رو برگردونیم. این تصمیم شخص شما بود؟ نه، تصمیم در اون لحظه تصمیمی بود که ما جمع تیم گرفت، آقای دکتر ظریف نهایتاً گرفتن و آقای دکتر ظریف بودن تو اون مذاکرات. نه ببینید، مذاکرات کارشناسی که در وین بود و الان در ژنو داره ادامه پیدا میکنه، در سطح کارشناسان فنی هست، هدفش هم پیدا کردن سازوکارهای اجرایی مربوط به این توافق هست. هیچ کدوم از شما دو نفر نبودید؟ ما در تهران بودیم و دوستان که خبر دادن از نحوه پیشرفت مذاکرات و بعد اون خبر مربوط به اینکه آمریکا تعدادی از شرکت‌های ایرانی و خارجی رو در لیست تحریم‌ها قرار داده، این که رسید، ما در مجموع اینها خب به این نتیجه رسیدیم که برخورد دولت آمریکا اصلاً مناسب نبوده. در دو سه هفته مذاکره کننده چی بود تو اون مذاکرات؟ در وین آقای بعیدی نژاد رئیس گروه مذاکره کننده هست، دوستانی از نهادهای مختلف، سازمان انرژی اتمی، ایشون مذاکره کننده متبحری هست. بله بله، از همکاران بسیار خوب ما هستن، قدیمی ما هستن، در موضوع خلع سلاح سالها کار کردن، در مذاکرات مختلف خلع سلاحی در ژنو و نیویورک شرکت داشتن، ماموریت ثابت در ژنو و نیویورک بودن، در نمایندگی های بین المللی ما، از واقعا مذاکره کنندگان متبحر ما هستن. متعهد دکتر، من هنوز از لحن شما متوجه نشدم که به هر حال شما پالس مثبت و منفی که از آمریکایی‌ها میگیرید کدومش جدیه، کدومش رو بیشتر تاکتیکی فرض می‌کنید؟ ما خب همش رو کامل رصد می‌کنیم و ارزیابی می‌کنیم. حالا در داخل معمولا هر دوتا با هم منعکس نمیشه، بعضی قسمتاش رو برجسته تر میکنن. کدوم قسمتش؟ کاری به اون قسمتش ندارم. معمولا قسمت منفیش خب در داخل
برجسته‌تر منعکس میشه. ولی ما در ارزیابی‌های خودمون و تصمیم‌گیری خودمون هر دو تا رو با هم می‌بینیم. اگر آقای اوباما تعابیری به کار می‌بره که تعابیر زشتی هست و ناپسند هست، یا تهدید به وتو می‌کنه در مقابل کنگره، خیلی امر نادریه در سیاست داخلی آمریکا، اینکه یک رئیس جمهوری هزینه‌های مربوطه رو تقبل بکنه و کنگره رو تهدید بکنه به اینکه من وتو می‌کنم لایحه شما رو، این خیلی چیز کم اتفاق افتاده. ولی باید هم این رو دید هم اون رو دید. آقای اوباما و دولت آمریکا داره تلاشی میکنه که جلوی تحریم‌های بیشتر توسط کنگره رو بگیره. از طرف دیگه به این بهانه بعضن زیاده‌خواهی‌هایی هم در مذاکرات یا در طول به هر حال بحث‌ها انجام میدن و بعد هم تعابیر و سیاست‌های اتخاذ میشه، مثل همین در لیست فهرست قرار دادن شرکت‌های جدید در تحریم‌ها، که همه اینها ما هر دو تا رو با هم می‌بینیم، هر دو تا رو ارزیابی می‌کنیم و کاملا هم به آمریکایی‌ها بدبین هستیم، ولی در مجموع اونها تصمیم می‌گیریم که آیا وضعیت الان اقتضا می‌کنه که مذاکرات ادامه پیدا بکنه یا اینکه متوقف بشه. واقعا به آمریکایی‌ها بدبین هستید؟ قطعا بدبین. بیش از فرانسوی‌ها؟ ببینید همه اینها در یک کمپ هستن. بیش از انگلیسی‌ها؟ حالا نخواهیم وارد این بشیم که کی کمتر کی بیشتر، ولی ما همه اینها رو در یک کمپ، در یک جبهه مقابل خودمون می‌بینیم و به هیچ کدوم اعتماد نداریم، به هیچ کدوم خوشبینی نداریم و با بدبینی وارد مذاکره شدیم. اصولا مذاکره، یک مذاکره جدی و پیچیده به این شکل به خاطر بدبینی‌های موجود بین در مذاکرات هست و عدم اعتمادی که وجود داره هست که باعث میشه مذاکرات انقدر سخت و پیچیده بشه. ما آیا با همین بدبینی حقیقتاً سازی رو تقریبا از دست دادیم آقای دکتر عراقچی؟ از دست دادیم. ببینید در بخش گام نهایی اومده که گام نهایی متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخص‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محلهایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی‌شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد تعیین می‌گردد. حالا جمله‌اش پیچیده است، منتها وقتی میگه منطبق با نیازهای عملی، احتمالاً ما الان نیاز عملی زیادی نداشته باشیم چون ما اورانیوم 20% رو داریم و راکتور آب سبک هم نداریم که غنی‌سازی زیر 5% لازم داشته باشه. نه، من نیازها رو به این شکل جناب رو تعریف می‌کنین تعریف نمی‌کنم. ما نیازهای زیادی به غنی‌سازی داریم و قطعا هم در مذاکرات این نیازها رو تعریف خواهیم کرد. این تعهدی که شما انجام دادید، ببینید، نه این اجازه بدید، این که شما میگید ما نیازی نداریم، این رو من تایید نمی‌کنم، ما نیاز داریم. حالا اجازه بدید من توضیح بدم. ما نگفتیم که شما گفتید یعنی طرف مقابل و امضا شده منطبق با نیازهای عملی، احتمالاً یک در واقع الزامی برای طرف. درسته. ما اونجا اومده که منطبق با نیازهای عملی، ولی شما هستید که میگید ما نیازی نداریم. من میگم نه، چرا نیاز داریم، نیاز عملی هم داریم. اگه اجازه بدید من توضیح بدم. اون رو هم من نگفتم، اون رو هم اونجا اعلام کرده که ایران اورانیوم 20% داره، 5% هم لازم. نگفته نیاز نداره. من اجازه بدید توضیح بدم، چون قسمت مهمترین قسمت این توافق هست و اتفاقا دستاورد ما اینجا هست. ببینید در این توافق میگه که غنی‌سازی 5% زیر 5% ایران ادامه پیدا میکنه، یعنی اون قسمت اصلی غنی‌سازی. ما غنی‌سازی 20% رو به خاطر نیاز راکتور تحقیقاتی تهران انجام دادیم. بله. نیازمون رو هم تامین کردیم، تا سالهای بعد هم سوخت این نیروگاه رو راکتور رو داریم و نیازی بیشتر از این نداریم. اصل غنی‌سازی که ما همیشه دنبال بودیم غنی‌سازی 3.5% هست. بر طبق این توافق غنی‌سازی ما ادامه پیدا میکنه و بعد توافق میگه که ایران که هر راه حلی برای راه حل جامعه برنامه هسته ایران متضمن به تعبیر جناب ولی یا شامل یا عبارت انگلیسیش اگه به کار بریم involve an enrichment program هست، یعنی شامل یک برنامه غنی‌سازی خواهد بود. و سر این کلمه involve ما ساعت‌ها جنگیدیم و مذاکره کردیم که اونها کلمات دیگری رو می‌خواستن به کار ببرن که میتونست یک مقدار تردید برانگیز باشه که آیا برنامه خواهد بود یا نخواهد بود. چه کلمه؟ مثلا یه موقعی میگفتن که we define an enrichment program، نمیدونم we deal with the Iranian enrichment program، ولی ما اصرار داشتیم بر این کلمه که گام نهایی و راه حل جامع would involve an enrichment program، یک برنامه غنی‌سازی خواهد داشت. بنابراین برنامه غنی‌سازی ما در اینجا پذیرفته شده، هم در گام اول که میگه برو غنی‌سازی تو ادامه بده، فقط 20% نباشه، 5% زیر 5% ادامه پیدا میکنه، هم در گام نهایی که میگه که گام نهایی شامل یک برنامه غنی‌سازی خواهد بود. بنابراین دستاورد ما اینجا این هستش که ما غنی‌سازی رو از اینها گرفتیم. در مورد این که محدودش چی باشه من توضیح خواهم داد، ولی اول این رو تأکید بکنم
که این چرا این دستاورد هست. ببینید آقای دکتر احمدی، ما ملت بزرگ ایران 10 سال مقاومت کرده در موضوع هسته‌ای، 10 سال تهدیدات مختلف رو ایستادگی کرده در مقابلش، تحریم‌های مختلف اقتصادی، شدیدترین تحریم‌ها رو برقرار کردن، ما ایستادیم، مقاومت کردیم. فشارهای سیاسی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، همه اینها در 10 سال گذشته بوده. سر چی؟ سر اینکه 6 کشور بزرگ دنیا، قدرتمند دنیا ظاهراً میگفتن که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشه و ما، ملت ما میگفته که ما می‌خوایم غنی‌سازی داشته باشیم. خود غنی‌سازی یک موضوعی بوده برای یک نبرد اراده‌ها بین ایران و 6 کشور بزرگ دنیا. اونها میگفتن نکن، ما میگفتیم ما حقمون هست، می‌خوایم. حالا واقعاً با این یک کلمه اینوالو واقعاً ما این حق رو کلمه نیست. غنی‌سازی ادامه داره. شما الان توافقی رو می‌رسی با 6 کشور که در این توافق غنی‌سازی تو وجود داره و ادامه پیدا می‌کنه. تو یکی از بندها، حالا من اجازه بدین توضیح بدم. اولاً که برگردیم به همون مقدمه به اصطلاح این توافق، در مقدمه پاراگراف این توافق پاراگراف اول میگه که هدف این برنامه این هست که ما به جایی برسیم که ایران فولی اینجوی ایتس رایت، به طور کامل از حقوق خودش بر اساس معاهده ام پی تی بهره مند بشه. بر اساس معاهده ام پی تی ایران فولی اینجوی از حق خودش کاملا بهره مند میشه. معاهده ام پی تی بند 4ش به ما حق غنی سازی رو داده. بند 4 ماده بند 4 معاهده ام پی تی میگه کشورها حق توسعه، تولید، بهره برداری و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو دارن. کنفرانس بازنگری ام پی تی 1990 و بعد در سال 2010 تفسیر کرده، مرجع رسمی تفسیر هست که این حق شامل چرخه سوخت هم میشه. بنابراین حق ما برای غنی‌سازی در مادر ام پی تی هست. این حق رو ام پی تی به ما میده، نه آمریکا میده، نه پنجه به اضافه. ما بر سر چه چیزی داریم مذاکره؟ ما بر سر توافق ما، بله بله دقیقاً، ما برای چی 10 سال مبارزه کردیم؟ برای اینکه اونها به اجرای حق ما احترام بگذارن، ما غنی سازیمون رو انجام بدیم و اونها بهش احترام بگذارن و مخالفت نکنن و تحریم نگذارن. آقای دکتر عراقچی، الان در... چقدر به این توافق نزدیکیم؟ اصلا خودش در توافق ژنو اینها این عمل رو انجام دادن، قبول کردن که ایران در گام اول غنی سازیش ادامه پیدا بکنه و قبول کردن که در هر راه حلی و در گام پایانی برنامه ایران شامل یک برنامه غنی سازی هم خواهد. خب اگر که ما طبق تعهدی که دادیم دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس به کارگاه های مونتاژ سنتریفیوژ، کارگاه های تولید روتور و محلهای نگهداری معادن اورانیوم، تخلیص اورانیوم، این یعنی که ما اسم و مشخصات و مختصات همه کارهایی که داریم انجام میدیم و افراد کارگاه ها رو همه رو اطلاع میدیم. اگر به هر دلیل توافق به نتیجه نرسه تکلیف ما چی میشه؟ ما همه چیز رو دادیم و در مقابل چیزی نگرفتیم. همه ابی از شما که به هر حال خودتون استاد هستید اینطور صحیح نیست که بگید همه چیز رو دادیم. دقیقاً مشخصه که چه چیزایی هست. یکی از مواردی که ما اونجا برای اعتماد سازی آوردیم انهانس مانیتورینگ یا نظارت پیشرفته تر و تقویت شده هست. در این نظارت تقویت شده ما چند مورد رو مشخص کردیم که اطلاعات مربوط به اونها رو به آژانس میدیم. ما ببینید برای اینکه اطلاعات مربوط بر برنامه هسته‌ای خودمون رو به آژانس یا هر نهاد دیگه بدیم اصولا مشکلی نداریم. ما که هیچ برنامه مخفی نداریم، ما که دنبال سلاح نیستیم، ما که کار خطا و به اصطلاح خطای از نظر ام پی تی انجام نمیدیم. ما اون چیزی که تا الان مشکل داشتیم سوء استفاده از این اطلاعات بوده که به اسم بازرسی از مثلا تاسیسات هسته‌ای دنبال اهداف جاسوسی نباشن، دنبال اهداف دیگری نباشن. ما فی الواقع مشکلی با اصل اطلاعات دادن نداریم، اصل شفاف سازی و اصل اعتماد سازی نداریم. در اینجا هم بعضی از مواردی انتخاب شده که اطلاعاتش به آژانس داده بشه به منظور شفاف سازی. همه این اطلاعاتی که باید داده بشه رو با نهادهای مربوطه در داخل کشور، با سازمان انرژی اتمی، با نهادهای دیگر، با همه چک کردیم، همه تایید کردن که این اطلاعات هیچ مشکلی نداره، دادن اینها هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کنه و این دسترسی هایی که داده شده همه منیجد اکسس هست، یعنی دسترسی مدیریت شده. اینطور نیست که شما طرف بیاد توی کارخونه شما و همه چیز رو ببینه. اونجایی که سوال داره، ابهام داره، میره فقط اونجا رو نگاه میکنه. شما حتی میتونید تمام قسمت های دیگر رو بپوشونید، اینجا سوال داره بیا ببین و برو. منیجد اکسس هست، دسترسی مدیریت شده. ما همه اینها رو چک کردیم، هیچ مشکلی در اینها نداره. بنابراین اون چه که ما از برنامه از این توافق ژنو دست آوردیم غنی سازیمون هست. این یک دستاورد بزرگه. خود ما این رو دست کم نگیریم. ما 10 سال مقاومت کردیم. برای چی؟ برای اینکه اونها بیان به غنی سازی ما احترام بگذارن، بپذیرن که ما غنی سازی بکنیم و در توافق ژنو این رو پذیرفتن، به صراحت هم پذیرفتن. آقای دکتر، یه پیامک درست 7-8 دقیقه قبل از برنامه رو تلفن اومد که به نقل از فکر می‌کنم خبرگزاری جمهوری اسلامی که سید عباس عراقچی پیشرفت مذاکرات اخیر رو
اندک ارزیابی کرده. بله، ما الان در مذاکرات ژنو دوستان ما، کارشناسان ما مشغول هستن، هم در بعد هسته‌ای هم در بعد تحریم، که سازوکارهای اجرایی مربوط به مفاد توافق ژنو رو تعیین بکنن. کار سخت و پیچیده‌ایه. از تقریبا 3 روز پیش شروع شده. پیشرفت ما نگفتیم که نبوده، ولی پیشرفت اندکی اندک بوده. خود کم کم داریم پیش میریم. پیامک 10514 خیلی سوال پرسیدن، خیلیاش تشکر از شماست و خیلی هم میگن که متن توافق ژنو رو آیا میشه در سایت وزارت امور خارجه ببینه؟ بله، وجود داره. متن انگلیسیش رو در همه جا وجوده، هم سایت وزارت خارجه ما هست، هم در سایت های دیگه هست، هم در سایت اتحادیه اروپا هست. همین متنی که منتشر شده و توصیه هم میکنم دوستانی که به هر حال از زبان انگلیسی میتونن استفاده بکنن، اصل توافق رو و متن اصلی رو استفاده بکنن که دقت بیشتری داشته باشه. با آقای دکتر عباس عراقچی، رئیس تیم مذاکره کننده هستی گفتگو می‌کنم. ما یک قسمت سوم معمولاً تصاویر ضبط شده در محل کارشون رو هم داریم که فکر می‌کنم امروز به نفع زمان از اون قسمت که خیلی هم بگذاریم و ادامه بگذاریم بهتر. بله آقای دکتر، شما گفتید که، یعنی شما نگفتید، این چنین گفته شده که این گام نهایی راه حل جامع است که اعضا قصد دارن مذاکره در خصوص اون رو در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند به پایان برسونن و اجراش رو شروع بکنن. یعنی اگر این اتفاق بیفته، آژانس دیگه از اون فاز راستی آزمایی در مورد پرونده هسته ایران یا ماجرای هسته ایران رد شده، درسته؟ نه، ببینید، ما وقتی که این گام اول شروع بکنه به اجرا شدن، فرض بکنیم که دوستان ما در ژنو با طرف مقابل به توافق رسیدن، تاریخی رو مشخص کردن، مثلا از 15 ژانویه 20 ژانویه یک تاریخ رو مشخص میکنن برای شروع گام اول. وقتی که گام اول شروع بشه به اجرای شدن، ما مذاکرات برای گام نهایی رو اون موقع آغاز میکنیم. اون چه که اینجا در مورد گام نهایی نوشته فقط المنت ها و مشخصه های گام نهایی هست. ما یک مذاکرات سخت و پیچیده ای رو در خصوص گام نهایی در پیش خواهیم داشت. این مذاکرات قراره که بیش از یک سال طول نکشه، چون ما قرار نیست وارد مذاکراتی بشیم که بی انتها باشه. اونجا هم تعیین کردیم یک سال در نظر گرفته شده. البته معنیش این نیست که حتما باید یک سال طول بکشه، ممکنه زودتر ما بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم در مورد راه حل نهایی. راه حل نهایی یا اون گام نهایی یا راه حل جامع خودش زماندار هست و یکی از کارهای سخت ما هم این هست که این زمان این رو مشخص بکنیم. اولین مشخصه ای که اومده میگه راه حل، میگه گام نهایی برای یک دوره زمانی مشخصه. یعنی همه اون چیزهایی که ما در گام نهایی احیانا به عنوان محدودیت بر غنی سازی بون مثلا یا شفاف سازی های بیشتر قبول میکنیم، هیچ کدوم تا ابد نخواهد بود. یک دوره زمانی داره که این دوره زمانی رو اونجا مشخص میکنه. پیش بینیتون چقدره برای این دوره زمانی؟ مشخص نیست. طبعا طرف های مقابل ما ممکنه زمان طولانی تری رو در نظر داشته باشن، ما زمان کوتاه تری رو ممکنه در قبلا برعکس بود. اونها معتقد بودن که ما زمان بیشتری رو داریم میخریم و وقت تلف میکنیم. الان برعکس، چرا این اتفاق افتاده؟ فرق میکنه. اون موقع اونها فکر میکردن که ما نمیخوایم مذاکره بکنیم و زمان رو میخوایم تلف بکنیم برای اینکه برنامه هسته ما مثلا در میدان، در عرصه میدانی رشد ادامه پیدا بکنه، ما یک موضع قابل اعتماد. الان نه، الان این دوره گام نهایی که عرض کردم اونها ممکنه بخوان که دوران طولانی تری داشته باشه، زمانی هست که ما یک سری محدودیت هایی رو برای غنی سازی خودمون قبول میکنیم و در ضمن این محدودیت ها اون طرف هم تحریم ها رو به تدریج یکی یکی برمی‌داره. یعنی دوره گام نهایی دوره‌ای هست که در اون شفاف سازی به صورت کامل صورت میگیره، از طرف دیگه تحریم ها هم به صورت کامل مرتفع میشه. ببینید الان عراق رو بعد از 23 سال تحریماش حدود یک ماه پیش تقریبا لغو شد. چشم انداز شما از یه دوره زمانی که انتظار داشته باشیم تحریم ها علیه ما لغو بشه؟ ببینید، همین تجربیات هست که باعث شده که ما اینجا گام نهایی رو انقدر محکم بکنیم و همه المنت هاشو مشخص بکنیم. گام نهایی حتما مدت دار هست، حالا مدتش رو در طول مذاکرات بهش میرسیم و حتما در دوره گام نهایی همه تحریم ها از جمله همه تحریم های شورای امنیت برداشته خواهد شد. و بعد آخرین جمله توافق این رو میگه، میگه وقتی که گام راه حل جامع در طول دوره زمانی خودش طی شد و انجام شد، بعد از اون دیگه پرونده هسته ایران به اصطلاح به صورت عادی در میاد و با ایران مانند هر کشور دیگر غیر دارنده سلاح هسته ای عضو ام پی تی برخورد خواهد شد. حالا این طرح اقدامی که الان به عنوان یا طرح عملی که به عنوان سند ثبت شده، میشه بندهایی از اون رو اجرا نکرد یا نقض کرد یا نه یه سند لازم الاجرا برای طرف این محسوب میشه؟ ببینید، یک توافقی هست که دو طرف با هم توافق کردن که یک سری اقدامات داوطلبانه رو در یک دوره زمانی انجام بدن.
خب طبیعی هر کسی هر طرف که به تعهد خودش پایبند نباشه باعث میشه که طرف مقابل هم پایبندی نداشته باشه و طبعا توافق متحد خواهیم بود. آقای دکتر خیلی ممنون. شما نکته‌ای دارید که بخواید بگید که اگه من یه انار براتون پوست بکنم خیلی شأن مذاکرات رو به هم نریزه؟ نه، من نکته‌ای که واقعا دلم میخواد خیلی برش تاکید بکنم این هستش که ما این توافق رو از یک نگاه کلان باید بهش نگاه بکنیم و جزئیاتش رو هم البته من از جزئیاتش هم معتقدم که در جزئیات هم تعادل به نفع ایران هست که یه شرح مفصلی داره، ولی در کلیتش که نگاه بکنید این رو دست کم نگیریم که این محصول 10 سال مقاومت مردم ایران هست و محصول رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری هست که ما بعد از 10 سال که در یک جنگ اراده ها یک نبرد اراده ها شرکت کردیم، 6 کشور قدرتمند دنیا به ما میگفتن که نباید غنی سازی بکنیم و ما میگفتیم غنی سازی باید بکنیم، الان با توافقی خارج میشیم که غنی سازی ما ادامه پیدا میکنه. 6 قطعنامه شورای امنیت صادر شده که ایران غنی سازی نکنه. اینها این قدرت ها قطعنامه ها رو میذارن به کنار و این غیر از این که دستاورد ما هست به غنی سازی میرسیم، اراده خودمون رو تحمیل کردیم، در این حال قدرت ما رو در عرصه منطقه‌ای و در عرصه بین المللی چندین برابر میکنه، تثبیت میکنه، مورد شناسایی دیگران قرار میده. من دیدم یکی از نویسندگان منطقه که حالا اسم از خودش و کشورش نمیارم، آمریکا به آمریکایی‌ها انتقاد کرده بود که شما در ظاهر جلوی بمب اتمی ایران رو گرفتید ولی این رو معاوضه کردید با قدرت منطقه ایران، یعنی با این توافق که شش کشور قدرتمند دنیا اومدن با ایران انجام دادن، فلواقع اعتبار و پرستیژ و قدرت ایران رو افزایش دادن و ایران قدرت خودش رو اثبات کرد که میتونه در مقابل 6 کشور 10 سال بایسته، بگه من غنی سازی میخوام ادامه بدم و بالاخره اونها بیان و اعتراف بکنن که غنی سازی ادامه پیدا بکنه. و آقای اوباما در اون سابان سنتر که اومد سخنرانی کرد اونجا هم خیلی جالب بود، اومد گفت حرفش چی بود، گفتش که من اگر توان داشتم که از برنامه هسته ایران یک پیچ و مهره باقی نگذارم این کارو میکردم، ولی نمیتونیم، ما تمام تلاش خودمون رو کردیم، فشار رو آوردیم، قادر نیستیم، باید غنی سازی ایران رو بپذیریم و باید با مردم ایران با کرامت صحبت کنیم. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم، نه به خاطر برنامه امشب، به خاطر همه زحمتایی که در طول این سالها کشیدیم. خیلی ممنون، باعث افتخار باشه. شب و روز همگی بخیر، میریم تا چهارشنبه و یک شب آفتابی دیگه. خیلی ممنون، یه وقت نشون انارم فست کنیم واقعا.